با سلام و درود به گیلاسی های عزیز. این هفته با اخبارهای جالب از فضای سلبریتی ها در خدمت شما هستم. پس وقت رو تلف نمی کنم و میرم سراغ خبر اول. نخستین خبر این هفته پرده برداری از آغاز فیلم برداری فیلم مست عشق بود. این فیلم تاریخی که به کارگردانی حسن فتحی در حال فیلم برداری است، بخشی از زندگی مولانا و شمس تبریزی می باشد. این فیلم محصول مشترک ایران و ترکیه است و برخی از بازیگران ایران و ترکیه در آن ایفای نقش می کنند. از جمله شهاب حسینی در نقش شمس تبریزی و پارسا پیروزفر در نقش مولانا. جلال الدین محمد بلخی معروف به مولانا، مولوی و رومی یکی از مشهورترین شاعران ایران است. اشعار او نه تنها بر ادبیات ایران بلکه بر ادبیات جهان تأثیر زیادی گذاشته است. مولانا متولد شهر بلخ بوده و بعدها به قونیه مهاجرت می کند و در آنجا وفات می یابد. بلخ و قونیه هر دو در آن زمان بخش هایی از ایران بودند. ترکیه امروزی ادعای مالکیت بر مولانا را دارد، در حالی که مولانا ایرانی بوده و اشعارش به زبان فارسی هستند. دومین خبر هفته دعوای پرویز پرستویی با مسعود فراستی بود. مسعود فراستی منتقد سینما در برنامه هفت انتقادات تندی را به فیلم مطرب و پرویز پرستویی کرد. او مخاطبان این فیلم را لومپن نامیده و گفت که پرویز پرستویی در گذشته بازیگر خوبی بوده ولی اکنون فیلم‌های مبتذل بازی می‌کند. پرویز پرستویی هم در پاسخ فراستی را شخصی معلوم الحال خواند. فیلم مطرب یک فیلم طنز به کارگردانی مصطفی کیایی است که پرویز پرستویی در آن نقش حسن شمایزاده را بازی می کند. اما دیگر خبر این هفته در مورد بازیگر جنجال آفرین کشورمان زهرا امیر ابراهیمی است. او در سال 85 با بازی در سریال نرگس به اوج شهرت خود رسیده بود، اما ناگهان با پخش ویدیو همخوابگیش با دوست پسرش تمام زندگی حرفه‌ای و خصوصیش تحت تاثیر قرار گرفت و مجبور به خروج از ایران شد و تا مدت‌ها خبری از او نشد. اما او در آخرین مصاحبه خود با سینا ولی‌الله بالاخره سکوت خود را شکست و دست به افشاگری در مورد این موضوع زد. او در این مصاحبه گفت که در ابتدا فکر می‌کرده که دوست پسرش این فیلم را پخش کرده، زیرا پس از پخش این فیلم‌ها او غیبش می‌زند. اما بعدها با تحقیقات بیشتر متوجه می‌شود که یکی از بازیگران مشهور تئاتر به نام مجید بهرامی با او دشمنی کرده و این فیلم را بیرون داده است. او همچنین ادعا می کند که مجید بهرامی بیمار روانی بوده و چت‌های زیادی از گفتگوهای مبتذلش با دختران مختلف را هم ذخیره کرده بوده. مجید بهرامی در سال 1393 بر اثر بیماری سرطان فوت کرده است و زنده نیست تا درباره این ادعای خانم امیر ابراهیمی سخنی بگوید. اما اخبار این هفته را با آهنگ زیبای سالار عقیلی به نام ایران به پایان میبریم. او که در حال گذر از میدان تجریش بوده، با دیدن نوازندگان خیابانی با آنها همراه شده و آهنگ ایران فدای اشک و خنده تو را در کنار آنها و با همراهی مردم اجرا میکند. الان میدان تجریش هستیم. این عزیزان رو دیدم اینجا دارن ساز میزنن. وایسادم. افتخار کردم اومدم پیششون. میخوام باهاشون بخونم.